راجع به اوکراین و لهستان، میدونید که اخبار صحبت‌های روسیه با ناتو، همینطور صحبت داره با آمریکا در تو اوکراین و لهستان. دو تا نکته هست، من قبلا راجبش خیلی صحبت کردم، اینو عنوان کنم. در تو اوکراین بخش انزوای روسیه تو بخش انتقال انرژی مطرحه. خب میدونید اوکراین بارها و بارها این خطوط انتقال انرژی رو که روسا بهشون وابسته هستن دچار چالش کرده، هم سوبسید زیادی میگیره، هم گاه هم افزایش قیمت خلل تو انتقالش ایجاد میکنه و یک ابزار فشار بر آمریکاست. تو بخش لهستان هم بخش ناتو کلیدیه. تو لهستان دنبال این هستش که روسیه، تنش بین بلاروس و لهستان از این حیث هست، بلاروس رفتش سر مهاجرین از عراق و کشورهای دیگه آورد، یک تنش مرزی ایجاد کرد با لهستان، شمال لهستان. توی اون نقطه شما یه استان لینگراد دارید تو روسیه، نزدیک به شمال لهستانه، این ورم بلاروسه. خب این خطوط مرزی یه تنگه داره به اسم تنگه سوالکی. این تنگه سوالکی خیلی مهمه. نقطه ای که روسیه داره سعی میکنه انجام بده با بلاروس این هستش که تنش ایجاد کنه با لهستان، بیاد از مسیر زمینی بلاروس رو به روسیه متصل کنه. چه اتفاقی میفته؟ کشورهای حوزه بالتیک که عضو ناتو یا تمایل دارن به ناتو محاصره میشن از بعد زمینی، مثل لتونی، لیتوانی. اون چیزی آقای پوتین دنبالشه این هستش که ناتو از کشورهای حوزه شرق، حوزه اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن خارج بشه. سرشون کلا رفته که اینا تو اون توافقی که داشتن، اول پیمان ورشو بود، خب یک سری هم ائتلافی داشت، چکسلواکی بود، آلمان شرقی بود، همین کشورهای حوزه خودش بودن. اینها با اتحاد دوتا آلمان سر اینا کلا رفت. ناتو عنوان کرد که بعد نظامی ورود نمیکنه، ولی ورود کرد و همچنان که ورود کرد، هم ائتلافیای روسیه هم کاملا از روسیه روی برگردوندن، رفتن به سمت اتحادیه اروپا، ناتو. تمایلاتشون به این سمت بود و روسیه به شدت دچار انزوا شد. از بعد مرزی هم به شدت مشکل داره. تو بخش لهستان، شمال لهستان کلیدیه، بین لینگراد، شمال لهستان و بلاروس میشه تنگه سوالکی، گذرگاه سوالکی. اون جایی هستش که روسیه و بلاروس به دنبال این هستن که به دست بیارن، یعنی قطع مرز زمینی ایجاد میکنن بین ناتو و کشورهای مثل لتونی و لیتوانی. این یه نکته. در تو با صحبتهایی که شد، دوستان به من گفتن شما فهمیدید که ژانویه مخوف. من عرض کرده بودم ژانویه مخوف، هنوز این فضا به شدت روش اعتقاد دارم. چرا؟ چون گفتگوها با ناتو موفق نبود. روسیه به ناتو میگه باید بری عقب، باید بری قبل از مرزهای اتحاد جماهیر شوروی، پایگاه داره عقب ببری، پایگاه خیلی نزدیکه. ناتو امروز سخنگوی صحبت کرد که نپذیرفته بودن این مذاکرات جواب نداد. وقتی جواب نده اتفاقات تغییر میکنه، این خیلی مهمه. روسیه این کار خواهد کرد. حالا در اخبار در تو با زمانش هست که میزان سرما افزایش پیدا کنه، مرزهای اونجا مسطحه، میدونید دیگه، به شدت مسطحه، نیاز داره یخزدگی ایجاد شه، سرباز و لوجستیک عبور میکنه تو گل گیر نکنه. نکات این چنین عنوان میشه، اما به نظر من آقای پوتین صبر کرد این فرصت رو به ناتو بده که تصمیم بگیره به عقب بره. همینطور میزان فشار و کشورهای حوزه خود شرق اروپا هم که بعد اوراسیا باشن افزایش بده، تا جدیت و هم جدیت روسیه رو ببینن، هم تبعات اختلافشون و مخالفتشون با حوزه شرق رو بسنجن، که فکر میکنم قشنگ هم تو قیمت گذاری انرژی رو دیدن، به شدت هم تاثیر گذاشت روش. من معتقدم دو اتفاق باید بیفته. ناتو باید بره عقب. عنوان کرد که امکان داره ما اوکراین رو و یکی دو کشور دیگه مثل لتون، لیتوانی رو عضو ناتو کنیم. خیلی خطرناکه، این جنگ حتمی خواهد بود. ناتو باید بره عقب. دو، در بخش انتقال انرژی وابستگی روسیه به اوکراین لهستان باید از بین بره. تنها راش خط لوله گازی نورد استریم 2. آلمان هم باید این رو بپذیره. با از چه راهی؟ باید غرب فشارش بر آلمان رو کاهش بده. آلمان حوزه تصمیم گیری نداره، استقلال نداره، آسیب پذیر هم از شرق هم از غرب، مجبور هست میانه بازی کنه، ببینه به چه شرایطی در واقع ایجاد خواهد شد. و آمریکا باید
اجازه بده به آلمان که خطوله گازی نورد استریم 2 رو بپذیره، ناتو هم بعد از این مرزها بره عقب. این دو اتفاق نیفتاده تا الان، این یعنی احتمال جنگ بسیار بالا. اگر این دو اتفاق نیفته قطعی خواهد بود، من معتقدم حتمی خواهد بود و این اتفاق میفته. البته من امیدوارم که هیچ جنگی رخ نده. این در با اوکراین رسانه این خبری که جدیدن اومده بود نیاز داشت در امتداد صحبت‌هایی که در کانال و تحلیل اوکراین روسیه بخش اوکراین روسیه انجام داده بودیم این مباحث اضافه کنم تا در جریان اتفاقاتی که در جدیدن رخ داده قرار بگیرید. من آینده خوبی نمیبینم برای اون بخش. این گفتگوها هم شکل گرفت، حالا باید ببینیم که آیا تغییر شرایط ایجاد میشه. اگر شرایط به همین سمت پیش بره، درگیری و تنش به شدت جدیه و این رو خواهد داد. این هم در رابطه با خبر مذاکرات روسیه و ناتو بود. سپاسگزارم با من همراه بودید. درود میفرستم به تک تک شما دوستان، پاینده ایران عزیزمون. شب روزگار بر شما خوش.